خوش اومدید به فیتوپیا. من مهتم، پزشک عمومی، ولی امروز آخرین روزیه که پزشک عمومی ام. از اونجایی که احتمالا میدونید من امتحان تخصص دادم چند ماه پیش، جوابش اومد، انتخاب رشته کردم و همون رشته که میخواستم قبول شدم، ولی بهتون نمیگم هنوز، میخوام ببرمتون اونجا. و امروز اولین روزیه که روز معارفه است و قرار ما بریم بیمارستان بخش رو ببینیم و یکم آشنا بشیم با مثلا حالا اونجا. و اینکه میخوام امروز براتون ویدیو بگیرم. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که بخشمون از 3-4 روز دیگه شروع میشه. امروز فقط در حد 1 ساعت اینا بهمون گفتن که جلسه معارفه و آشنایی و این چیزاه. حالا من دقیقاً اینا قرارم اینجا چیکار کنیم، احتمالاً مثلا در مورد رشته صحبت بکنن و نشون بدن جاهای مختلفش و اینا. بعد امروز با من همراه باشید، پس بریم ببینید که من چی قبول شدم. اولش می‌خواستم براتون از این ویدیوها بگیرم که پشت لپ‌تاپ سیستم چک می‌کنم که مثلا فلان رشته قبول شده، ولی دیدم که نه، به من نمیاد واقعا. به خاطر همین تصمیم گرفتم که امروز که روز اوله با هم دیگه بریم اونجا و دیگه شما میبینید که من چی قبول شدم. رشته ای بود که خودم دوست داشتم و اینکه دوست نداشتم کلا رشته ای که میخوام انتخاب بکنم مخصوصا اینجا چیز خیلی مثلا سنگین راستش دوست نداشتم، دوستشم که یکم راحت باشه و به خاطر همینم همون اولویت اولی که داشتم قبول شد. البته اینم بگم که فقط و فقط 70 نفر قبول شدن رشته رو تو کل کشور. بعد دیگه همین دیگه، بریم آماده شیم بریم. این اولین روپوشه که من کلا خریدم، 7 سال پیش این روپوش رو خریدم برای همون ترمای اول که آزمایشگاه اینا داشتیم. هفته دوم سوم از خیابون انقلاب همینجوری روانه شد یه گروه مثلا 50 نفره، رفتیم یکی از روپوش پزشکی دانشجوه توی پاساژ فروزنده است فکر کنم، تو همون انقلاب یعنی پایین دانشگاه تهران که از در پایین که بری پایین روبه روه. بعد همه رفتیم یه عالم از این روپوشا خریدیم و اینکه کلا هم الان من 5-6 تا روپوش دارم دیگه، هر بار آدم دوست داره روپوش جدید بخره، ولی خب این ولی بر من یکم خاطره دارتره، اینو میخوام بذارم. البته اصلا نمیدونم امروز این نیاز میشه پوش داشته باشیم یا نه، ولی میبرمش که حالا خالی نباشم ولی احتیاج شد داشته باشمش. آقا گم شدن، جایی که باید برم پیدا نمی کنم. سلام. بله همونطور که دیدید من پوست دانشگاه ایران قبول شدم و دوست داشتم که بهتون نشون بدم با هم یعنی بریم که رفتیم. اول از همه این که فاصلش تا خونه ما تقریبا یه 10-15 دقیقه بود، خیلی نزدیکه به خونم. و اینکه بیمارستانی هم که رفتیم بیمارستان رسول اکرم بود. حالا چند تا بیمارستان داره کلا دانشگاه ایران، عادت نکردم که همش میگم دانشگاه تهران. و اینکه مثلا خب به صورت شیفتی بینشون میچرخیم، ما هم مثلا جاهای مختلف باید بریم. بعد نکته بعدی اینه که تخصص پوست 4 سال است که حالا کسی که اومد با ما صحبت کرد و توضیحاتو داد سال 3 بود، یعنی 3 سال آینده که حالا قوانین و مقررات بخش و این چیزا رو بهمون توضیح دادن. بعد اساتید اومدن خودشونو معرفی کردن بهمون، ما هم معرفی کردیم خودمون رو. ورودی ما 9 نفره که یه نفر آقای بقیه‌شون خانومن. بعد دیگه بعد از اینکه حالا معرفی کردن و این چیزا گفتن که 1 ماه آینده
شما به صورت ابزرورید، یعنی که شما هیچ کاری انجام نمیدید توی بخش، فقط انگار که مثلا یاد میگیرید دیگه درمانگاه و اتاق عمل و این چیزا و بخش مثلا لیزر داره و این چیزا. بعد از اینجا رفتیم درمانگاه رو نگاه کردیم، اتاق عملشون رو نگاه کردیم و در مقایسه با خب بیمارستان دانشگاه تهران، دانشگاه تهران بیمارستان رازی سانتر کلا پوست کشور دیگه، هر چیزی باشه مثلا ارجاع میدن به اونجا و بیمارستان رازی ته تهرانه، واقعا ته تهران، یعنی مثلا نیم ساعت اینا تو راهی و جای بازار شلوغ این چیزا و یه بیمارستان خودش، یعنی یه بیمارستان گنده است که فقط پوسته، همه چی مربوط به پوست. و خب اینجا که آدم میره اینجوری که چا کوچولو، خب بخش داشت دیگه، یعنی یه بخشی رو اختصاص داده بودن به پوست، در حالی که مثلا خب بیمارستان سانتر یه بیمارستان گنده پوسته، همش پوست، یعنی لود کاری و مریضش و این چیزا خیلی زیاد نیست نسبت به دانشگاه تهران. مرسی. بینش برای من خوبه و کلان رشته پوست و من به خاطر کلانم اولویت اولم بود و بعدش چشم بود، بعدش رادیو بود که من همون پوست قبول شدم. انتخاب من به خاطر رشته پوست این بود، راستش من می‌خواستم که خیلی چیز سنگینی نباشه و نمی‌خوام خیلی استرس زیادی رو تحمل کنم توی دوره 3-4 ساله. داشتم که حالا لایف استایل خودم در کنارش داشته باشم، بتونم به زندگی من برسم و به خاطر همین رشته رو انتخاب کردم و حالا امروزم که رفتم احساس کردم که این هم رشته ای که میخواستم. خیلی رشته سختی نیست از نظر مثلا سنگین بودن دیگه، تو استرس اینو نداری که الان که مثلا کیشی که هر لحظه یکی بیاد یه چاقو توی شکمش باشه بعد ببریش اتاق عمل، اونجوری نیست، یعنی یه چیزیه که با آرامش انجام میشه معمولا، به غیر از مثلا حالا چند تا اورژانسی که داره. و بعدش دیگه رفتیم کجا، رفتم پاویونشو دیدم که یه اتاق ته پاویونه برای دستیاری سال 1 و 2 بود، خوب بود به نسبت باز دانشگاه تهران، خیلی تمیزتره، خیلی جدیدتره. آها اینم بگم که رفتیم برای گرفتن مثلا کارت و این چیزا که گفتن حالا از هفته آینده باید بیاید، شروع دوره از هفته آینده است، یعنی شما وقتی که این ویدیو رو می‌بینید احتمالاً دوره ما شروع شده. اینجا جا پارک اصلا نیست، خب یه خیلی شلوغیه، رفتیم اونجا صحبت کنیم که به ما مثلا یه مجوز چیزی بدن که ما بتونیم ماشین رو ببریم داخل و به ما گفتن که دستیار سال 1 و 2 که هیچی، 3 هم نمیدیم ما، فقط هیئت علمی باشه مثلا دستیار سال 3 هم نهایتاً بیرون از بیمارستان یه پارکینگ هست حالا مثلا بیرون. بعد من قشنگ یادمه بیمارستان امام خمینی که بودیم، ما استاجر که بودیم هم کار آموز میشن، ماشین نمیتونستیم بیاریم داخل، میگفتن اینترنا فقط میتونن ماشین بیارن داخل و اینترنا میشد کارورز، یعنی 1.5 سال آخر پزشکی که کارورزی میگفتن اونا میتونن ماشین بیارن. بعد که ما اینترن شدیم گفتن که نه چیز بیمارستان کم شده، جا نداره، فقط و فقط رزیدنت ها میتونن ماشین رو بیارن تو، یعنی ما اینترن بودیم باید در به در دنبال جای پارک میگشتیم و نمیتونستیم ماشین رو ببریم داخل. و بعد حالا جالبیش اینه که الانی هم که من رزیدنت شدم باز میگم به رزیدنت ها پارکینگ نمیدیم، باید مثلا رزیدنت سال 3 باشی، مطمئنم سال 3 هم که بشم باز میگن که مثلا با هیئت علمی بشی که ما با شما اصلا نمیخوام پارکینگ. بعد دیگه چیز جالبی که بهتون بگم همینا بود دیگه فکر کنم. آها یه دوستی هم پیدا کردم، یعنی من خیلی ناراحت بودم راستش که دانشگاه خودم نیستم، دانشگاه تهران، به هر حال آدم یه علاقه ایجاد شده بهش و مثلا تجربه دارم اینا، خب آدم ترجیح میده هم دانشگاهی که بوده قبول شه که خب من نشدم. ولی صبح که منتظر بودیم یه دختر خانومی اومد پیش من گفتش که سلام مهتابت، من اینجوری بودم که سلام شما من میشناسی، بعد گفتش که آره من ورودی 91 شما هستم، تو مثلا ورودی 92 بودی. بعد آره خلاصه با هم دیگه دوست شدیم، کلی احساس قربت هم خیلی کم در شد، خوشحالم و ان شاءالله که همین جوری خوب پیش بره. حالا در آینده هم در جریان میذارم چون که اوضاع چه جوریه. مرسی کلی پیام تبریک بهم دادید، کلی پیگیری کردید که نتایج چی شد و اینا، و اینکه مرسی که با من بودید. اگه دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگه بذارید برام کامنت بذارید، سوالی چیزی دارید کامنت بذارید، و اینکه تا ولاگ بعدی.